عجب جمعیتی، عجب آتیشی، دم همه دیگر. راستش بنده موشتاب اوکراینی بلد نیستم و اگر نه یه تبریک جانانه میفرستدم واسه رفقای موشکافم تو کیف. به جاش چون فارسی بلدم یه تبریک مخلصانه و موشکافانه تقدیم میکنم خدمت شما هموطنا. اگرم دلیلشو بپرسید میگم واسه خاطر قیشقیشیه که بعد از این داستان تو پیچ و مورای علیگدا افتاده، ملاحظه کنید. در تهران برخی با حساسیتی غیر قابل درک به پیگیری مسائل اوکراین میپردازند، گویی این کشور یکی از استانهای ایران اسلامی است. بنده موشکاف اولش گفتم آخه بابا اوکراین چه ربطی به ایران داره؟ گفتم لابد جماعت کوسه میخوان اینجوری یه سیخی تو پک و پلوی اوشکاف برو کنن. اما بعد که موشکافی کردم دیدم این هم هست، منتها یه چیز دیگه هم هست. ببینید، یورو به جای استقلال. مخالفان مورد حمایت غرب در اوکراین دیروز بعد از برکناری رئیس جمهور قانونی این کشور بلافاصله نام میدان استقلال کیف را به یورو تغییر دادند. آمریکا از برکناری رئیس جمهور قانونی اوکراین به دست مخالفان مورد حمایت خود استقبال کرده و گفته از اینکه تیموشنکو نخست وزیر غربگرای سابق اوکراین از زندان آزاد شده خوشحالیم. روند تحولات اوکراین آنقدر سریع در حال تغییر است که پارلمان اوکراین که با تغییر رئیس جدیدش به آمریکا و غرب نزدیک شده، حتی تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری رو هم مشخص کرده. 4 خرداد. به پشت پا تیکشت نره. هولو ولا رو میبینی؟ سیدلی طوری دست باچه شده که انگار امروز فرداست که قیام اوکراین وست بشه به قیامای ایران و کرک و پر ولایت رو کز بده. دو جمله بعد قلب سیدلی تلپی میفته تو جیب عباش. از طرفی مخالفان غربگرا هم که تا چند روز پیش به محض موافقت با عفتشان فرار را برقرار ترجیح داده و برای خروج از پایتخت به سمت راه آهن و متروی کیف هجوم آورده بودند، حالا انقدر دور برداشتند که علاوه بر تصرف کاخ ریاست جمهوری نیروهای پلیس را هم در مقرشان حبس کردند. وای 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 وای، تصرف بیت ولایت و حبس سگای نیروی انتظامی تو مقرشون، اینجاست که عظما قبض روح میشه. در این بین آنچه بیشتر از همه به چشم میآید آزادی سرکرده مخالفان و حضور وی در جمع آنهاست. تیموشنکو که 10 سال پیش با حمایت آمریکایی ها و در یک کودتای رنگی به قدرت رسیده بود، با حرفای تحریک‌آمیزی که بوی انتقام از آن بلند می شد گفت: مبارزه به پایان نرسیده است. ما باید یانوکوویچ و توفاله هایی که او را احاطه کردن را به میدان بیاوریم. همچی میگه سرکرده که هیچکی ندونه فکر میکنه داره از دشمنای نظام خودش حرف میزنه. البته حق هم داره، چون امروز برای بچه های اوکراین یانوکوویچ و توفاله هاشو میارن تو میدون، فردا ملت ایران ولی فقی و تاپاله هاشونو میارن تو میدونا. جالب اینجاست که این وسط دار و دستی کوسم تب و لرز گرفتن اینها. همزاد پنداری وضعیت اجتماعی اوکراین و ایران خیانت به دموکراسی و مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی می باشد. حالا می رسیم به اصل داستان که عبارت است از همزاد پنداری باندا و مهره های ولایت با دیکتاتور افقی اوکراین. آره عزیز جان، اصل قضیه اینه. طرف دیده ملت وایستادن توته موته رو خفه کردن، واسه خاطر همین فیوز پرونده. چه فیوز پروندنی! کاسه کمچه رو جمع کن سیدلی که ملت میخوان بیان برات. محسن جان، اون کلیپی که رو اینترنت دانلود کردم و پخش کن، مال کاسه آقای خودمونه. ایشالله ایشالله. میخوام
میخوام برم آخون کشی شاله میدل به وز پر از خوشی شاله لگت بزن بسیجیره شاله درد بی درمون بگیره شاله مشم به جنگ خامنه خبر کنم زاکانه مشتی قلم تو شالیزار هم میخخور هم میبرار بگو بیاد دست بود رو گردن ملا بذار شاله 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 آخوند آویز نکنیم ایشاله خونش بیرو نبکنیم ایشاله ایشاله خامنه بیمیره ایشاله